ها از قید نات و سپس بعد از نات چیزی که ما استفاده میکنیم به اصطلاح ورب ما، و بعد از ورب ما چیزی که داریم کامپلمنت یا تکمیل کننده هست. اوکی؟ پس وقتی که خواستیم یک جمله خور به زمان حال ساده به شکل منفی نوشته بکنین، ما از دو دز به علاوه به اصطلاح قید نات استفاده میکنیم و میایم همراه با فعل و کامپلمنتی که داریم جمله خور تکمیل میسازیم. But when we want to change this sentence into question, what we should do? اما وقتی که ما این همچین جمله رو به حالت سوالیه نوشته بکنیم، چه کاری ما بایستی که انجام بدیم؟ Okay, so first of all, we use do or does at the beginning of the sentence. در ابتدای جمله از do does استفاده میکنیم. به تعقیب subject, سپس verb, and after that complement. و بعد از او هم complement و علامه سوالیه. Okay, so now let's make sentences according to this structure. حالا یک مطابق به این ساختار جمله نوشته میکنه. Okay, see. ببینید که جملات به چه شکل میتونه باشه. I go to school. I go to school. من به مکتب میرم. I go to school. من مکتب میرم. حالا همین جمله رو ما این بالت منفی نوشته بکنیم، میگیم I do not go to school. من به مکتب نمیرم. I do not go to school. من مکتب نمیرم. به وقتی که ما سیم همین جمله با حالت به اصطلاح سوالی نوشته بکنیم، از دو یا دز متناسب ضمیر فاعلی که داریم، اگر هی و شی و ات بود دز استفاده میکنیم، در غیر از او دو استفاده میکنیم. مثلا دو آی گو تو اسکول کوشن مارک، آیا من به مکتب میروم؟ ببینین به این شکل ما میتونیم جملات و اصطلاحات رو بیان بکنیم که به اصطلاح مختص در زمان حال ساده هست و به نحوی که میبینین انمی فرمول بایستی که در این جملات حتمی به اصطلاح رعایت بشه. Okay, and for answering to these questions, do I go to school؟ و پاسخ از این سوال که آیا من مکتب میروم، ما دو پاسخ داریم. Okay, we have yes, بله، and we have no, نه. Okay, for example, we have yes, I do, بله، من میروم. We have again no, نه، I do not, نه، من نمیروم. به شک میتونیم که پاسخ بده. Part 4, listen and practice the sentences in 3. در بخش چهارم چیزی که از شما خواسته گوش بکنین و تمرین بکنین جملات را در پارت سوم. Life in Australia، زندگی در استرالیا. Read about Sandra، در رابطه با ساندرا